شما میتونید وظیفه هر کدوم رو عوض بکنید. پایین هر پنجره یه دکمه هست. این قسمت، این قسمت، این قسمت. این نشون میده که این پنجره چه کاری انجام میده. شما میتونید خیلی راحت کاربری اون پنجره رو عوض کنید. میتونید جا به جاش بکنید. یا یه دونه اضافه بکنید. کم بکنید. یعنی این اینترفیسش کاملا دست شماست. شما میتونید با توجه به نیازتون دوستان یه پنجره اینجا باشه، یه پنجره دیگه محیط سبودی اون قسمت باشه. یعنی میتونید از یه از همزمان از چند نما میتونید مدلتون رو نگاه بکنید. از سایدش، از جهت دیگرش، دوباره سینما. این خیلی کمک میکنه ولی در نظر اول یه خورده کار برای که تازه باهاش آشنا میشن گیج میکنه. برای اینکه گیج نشین این بالای سری براتون ورکسپیس آماده داره. میتونید از بین اینا انتخاب بکنید. خودش براتون به صورت پریست این پنجره ها رو چیده. با توجه به کاری که میخواین انجام بدین، مثلا میخواین کار انیمیشن انجام بدین، کار بازی انجام بدین، یا میخوایی ویدیو ادیت بکنی، این پنجره ها رو ترتیبش رو تغییر میدید. این پنجره که ما اینجا داریم، یعنی هم بیشتر پنجره ها دو تا منو فرقشون دارن. با دکمه T و N باز میشه، یعنی که این به علاوه های این برد. یه سری ویژگی های این پنجره است، ویژگی های چیزی که داخلش هست. می‌تونید اگه یه آبجکتی تغییر بکنه، اینا تغییر می‌کنه. یه سری هم ابزاره بخواد. یه سری هم ابزاره. این قسمت هم پنجره‌های مربوط به تنظیماته. اینا به صورت تله. توی هر بخشی تنظیمات مربوط به خودش داره. قسمت پایین هم تایملاینتونه. یعنی الان نمودار زمانه. انیمیشن میکنیم توی زمان، این زمان انیمیشن. حالا ما کم کم شروع میکنیم یه دونه میسازیم در حین ساخت این ابزارا رو باهاشون آشنا بشیم. یه ابزاری داریم به نام اسکال، به معنای مجسمه. اسکال که میشه مجسمه سازی. شما میتونید آبجکتتون رو به راحتی مثل یه خمیر بازی تغییرش بده. بازی من نمای این هم عوض کنم. شما به راحتی میتونید یه قسمتی شو یه قسمتی بهش اضافه بکنید، ازش کم بکنید. ابزارا این براش های مختلف ابزارهایی که میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی این دایره هم نشون میده که اندازه قدمتون چقدره. به راحتی شما میتونید اینجا یه چیزی بسازید. مثل زیبراش، یعنی جایگزین خیلی خوبی برای زیبراش. این روش مناسبه برای موقعی که شما هیچ ایده ای از مدلتون ندارید. اصلا نمیدونید میخواید، حتی شاید ندونید میخواید چی درست بکنید. میتونید یه ایده کلی بگیرید یا حتی خیلی جدی‌تر بریم وارد جزئیات بشین. اگه فقط میخواید عکسش رو ببینید، برای انیمیشن نمیخواید استفاده کنید. چون این جزئیاتی که به شما میده خیلی جزئیات ریزی و شاید مناسب انیمیشن نباشه. میتونید هر چقدر که بخواین این تغییر بدید. یه سوال، شما در این داپلیکیت کار میکنید چجوری تنظیم کردی که داپلیکیت باشه؟ یعنی وسط وقتی یه بر این به صورت دیفالته، همون ابتدا بله. ولی این قسمت سیمتری الان ایکسش روشنه. این بیسی گرسل این کوچولو پایین میبینیم اون جهت دنیاتون، یعنی توی ایکسه، یعنی این بر رو منطبق میکنه به اون بر. اگه ایده یه شوشن باشه میتونه جفتش روشن باشه. میتونه
میتونه همش خاموش باشه. همش هم میتونه روشن باشه، همش هم میتونه خاموش باشه. یعنی شما مثلا دیگه سیمتری نداری. میخوای یه چیزی اینور اضافه بکنی. دوباره روشنش میکنی. ادامه میدی. این ابزار خیلی خوبیه برای موقعی که شما یا نمیدونید چی میخواییم درست بکنید، مثل خمیر بازی، یا اینکه میدونید ولی نمیدونید چه شکلی باشه. بعد که یه ایده کلی گرفتیم، ایده کلیتون گرفتیم، وقت میتونید برید مدلش بکنید. ابزار مدل سازی چون یک مقدار محدودتون میکنه، از اون جنبه خلاقیتتون کم میکنه، ولی اینجا شما هیچ محدودیتی ندارید، همه کار میتونید انجام بدید. حالا ما بریم همون موجودی که میخوایم درست بکنیم رو ایجاد بکنیم که بعد ادامه بدیم انیمیشن چیم. Shift و A. Shift A منوی ایجاد ایجاد درست باز میشه. شما از همین قسمت آبژکت هم از عدم میتونید انتخاب بکنید. آبژکت هایی که داریم تکست، مش، کامرا، دوربین، نور، صدا، اومش ایجاد میکنیم. مکعب. من یه نقدر از شورتکات ها استفاده میکنم ولی توضیح میدم، چون یکی از خصوصیات خیلی مهمی بلنده اینه که شورتکات های خیلی خوبی داره. یعنی شما یه دستتون روی کیبورد، یه دست روی ماوس، خیلی سریع میتونید کار بکنید. با S میتونید اندازه رو تغییر بدید. این X, Y, Z تونه اول میتونید روشن بذارید، بعدا میتونید خاموشش بکنید که مزاحم کارتون نشه. SZ با تب میتونید برید تو حالت ادیت مود. آبجکت مود یعنی شما یه محصول آماده دارید میخواید جابجاش کنید، یعنی صندلی الان آماده است شما میخواید جابجاش بکنید. حالت آبجکت مود صندلیتون هنوز ساخته نشده یا میخواید یه اسمش تغییر بدید، برید تو حالت ادیت مود. تو حالت ادیت مود اگه نگاه بکنید یه سری نقطه دارید که به راحتی میتونید اونا رو جابجا بکنید با دکمه G. G جا به جا کنترل R میتونی یه چند تا خط اضافه بکنی، با S باریکش میکنی، خط وسط ایجاد میکنی چون میخوایم سیمتری ایجاد کنیم، یعنی این بر رو مثل اون بر داره بیاری. با دکمه Z شکل های مختلف شد میتونیم ببینید حالت وایر فریم بی سلکتش میکنیم، با ایکس میتونیم پاکش بکنیم. این شورتکات ها میتونید خیلی راحت توی اینترنت پیداشون بکنید، ولی باید بهتر خیلی خوبی یاد بگیریم، به شدت کارتون رو سریع میکنیم. این قسمت هایی ببینید یه آچاره، این ها مودیفایراتونه. مودیفایر کارهایی میتونه براتون انجام بده که کارتون راحت تر شه. برای مثال میرو شما یه نسبه رو مدل میکنید، نسبه بعد کپی میشه، این سرعت کارتون رو خیلی میبره بالا. این پایین هم سه تا حالت داریم، یه حالت داریم که نقطه هان، یه حالت برای خط هاست، یه حالت هم برای صفحه ها. شما میخواییم با صفحه کار بکنیم، این خیلی راحت تره. مثلا شما یه لازم نیست 4 تا نقطه رو انتخاب بکنید، شما صفحه‌ش انتخاب می‌کنید. با دکمه آی می‌تونی یه صفحه کوچیک‌تر داخلش ایجاد بکنید. با دکمه ای اکسترود می‌کنید. این ابزارها این پهلو هم هست. مثلا اکسترود هست، اسکین هست. ولی شما می‌تونید با شورتکات‌ها خیلی راحت‌تر کنترل زد هم که برای برگشت. هر وقت هم هر کی سوالی براش پیش اومد، حتی اگه خواست ابتدایی هم باشه بپرسه، هیچ مشکل نداره. حتی اگه متوجه نشد که من چه شورتکاتی استفاده کردم، میتونید سوال کنید. من الان از اکسترود فقط استفاده میکنم، ای، دکمه ای. یه همچین شکل. برای مثال حالا هیچ لزومی نداره از همین حالت استفاده شما حتی میتونید از یک مش دیگه استفاده کنید برای مدل کردن همین مشتون.
برای مثال یه دونه کره میتونین اضافه بکنین به عنوان چشش، کوچیکش میکنین. به این شکل قرارش میدیم. برای ادیت کردنش هم دوباره به این شکل با دکمه جی میتونیم جابجاش بکنیم توی محور ایکس ها. کم فضا میدیم به چشمون، یه همچین شکل. حالا برای اینکه بتونید مشتون یه مش با دنسیته بیشتر باشه ولی با مش کمتری بتونید کنترلش بکنید، یه گزینه داریم توی قسمت مودیفایر به نام ساب دیویژن سرفیس که اینجا میتونید مقدارش زیاد بکنی، یه مش نرمی بهتون میده. ولی همچنان شما تو حالت ادیت مود میتونید ادیتش بکنید. این دیگه لازم نیست مشای زیادی رو ادیت بکنید. شما با یه مش ساده تر یه مش پیچیده رو ادیت میکنید. دکمه بی میتونین یه گروه رو سلده کنین، با اس کوچیکش میکنین. حالا این قسمت هایی که میبینین نرم شده خیلی، ولی ما میخواییم تیز باشه. برای اینکه این کار رو بکنیم توی این قسمت ما باید یه دونه دیویژن جدید ایجاد بکنیم، یه مش اضافه بکنیم که این قسمت تیز بشه. با دکمه کنترل آر این قسمت انتخاب میکنیم، به میزانی که دلخواه نزدیکش میکنیم که این قسمت تیز شه. میبینیم همین کار برای قسمت های دیگه هم انجام میدیم. این قسمت هم برای کمرش است. خب برای اینکه کمربندش هم ایجاد بکنیم این صفحه رو انتخاب میکنیم، دکمه ای اکسترود رو میزنی و با کلیک راست بلش میکنی. حالا اگه دکمه Alt و S رو بزنی قسمت بیرون میاد، به صورت دستی هم اصلاحش میکنم. این قسمت مشمون دیفورم شده به این علته که ما این قسمت ارتباط داریم که نباید داشته باشیم، این داخل مشه. با دکمه X میتونیم این اجی که ایجاد شده رو پاک کنیم. درست. قسمت رو برای پشت هم انجام میدیم، با دکمه Z میتونیم برین توی حالتی که بتونیم راحت تر سلکتش کنیم. خب برای کمرش هم برای اینکه این قسمت تیز بشه یه اج لوپ دیگه اینجا ایجاد میکنم، یکی هم برای پایین. برای اینکه مردمک چشش هم ایجاد بکنی ما این نقطه رو در راستای ایگرگ داخل میبریم.
برای اینکه یه خط اینجا ایجاد بکنیم دوباره یه اج لوب تا تیز بشه. این از مدلمون، حالا میریم سراغ ریگ کردن. روندش اینجوریه، شما باید یه ایده دارید، بعد یه طراحی شخصیت میکنید. طراحی شخصیت رو میتونید توی حالت استارت انجام بدید، به یه شخصیت میرسید، بعد مدلش میکنید. بعد مدلتون برای اینکه بتونه حرکت بکنه باید بهش استخون بندی بدید، بهش میگن ریگ، R-I-G. بهش استخون بندی که بدین بذار من بازش بکنم که متوجه بشین قراره به چی برسیم. ما قراره برای همچین چیزی برسیم که شما دیگه لازم نیست مدلتون رو تکون بدیم. یه وصف مندی داریم توی همین حالت مودیفایر بهش اضافه میکنیم. بکنم فایل رو اشتراب بسیم. راحت میتونید جا به جاش بکنید، شما براش تنظیم میکنید که چه کاری قرار انجام بده و این کار انیمیشن رو خیلی راحت میکنه. ما متاسفانه توی کشورمون این ابزار تا خیلی وقت پیش استفاده نمیشد و انیمیشن ها خیلی ساده بود، چون باید اون شخص اگه میخواست دست زده آبجکت میخواست تکون بده میرفت حالت ادیت مود، میرفت حالت ادیت این نقطه ها رو باید انتخاب میکرد و جا به جاشون میده. این خیلی خسته کننده است و اینکه قدرت خلاقیت رو ازتون میگه. هر چقدر ابزارها راحت‌تر باشه شما خلاقیت بیشتری دارید که بتونید بهش حرکت بدید. حالا ما اینو الان میخوایم انجام بدیم. ما آبجکتمون رو داریم، یه آرماتور بهش اضافه میکنیم. با دکمه سی میرم تو حالت فایف کنم برای اینکه راحت تر دیده بشه. من ایکس ری این روشن میکنم. شیفت دی برای اینکه از اون آبجکتتون یکی یه مود یکونه دیگه درست بکنید. من برای دست شیفت دی، برای پا اون طرف. برای آرماتور هم شما میتونید از میرور استفاده کنید، ولی چون یه مقدار پیچیده تر از میرور برای میشه ترجیح میدیم که از حالت دستی استفاده کنید. آرماتور یه حالت ادیت مود داره، یه حالت پوز مود داره. توی حالت ادیت شما ادیتش میکنید، توی آبجکت میشه جا به جاش کنید. توی حالت پوز شما میتونید به هر کنون از این آرماتور ها حرکت بده. من آ رو میزنم برای روتیت. الان این بونای جدامون به این متصل نسیم باره که متصلش بکنیم. دوباره این حالت ادیت مود شیفت رو میگیریم، شیفت انتخاب بکنیم، کنترل پی کنترل پی. توی این حالت اگه من اینو جا به جا بکنم اونم جا به جا میشه. ما میخوایم همین جوری باشه، یعنی اگه وقتی آبجکت رو جا به جا میچرخونیم دست باش هم باید باش بچرخونیم. از آرماتور استفاده میکنیم.
که خواهی 90 درجه باشه. میذاریم روی مرکز چش شیفتی ایگرگ روی جهت ایگرگ. از نمای روبروگرام جاشو درست کنیم. برای اینکه چش متحرک کردنش راحت تر شه ما میگیم یه نقطه دید ایجاد میکنیم، یه نقطه دید ایجاد میکنیم که هر وقت ما جا با جا کردیم چشا خودش اوتوماتیک دنبالش بره. برای این کار یه آرماتور جدید انتخاب میکنیم ایجاد میکنیم. با Alt و P من ارتباطش با اون اصلی پاک میکنم، شما میتونید بذارید ارتباطش بمونید. هر کدوم از این آرماتورهایی که برای چش هست و طورت پوزمو این توی قسمت Constraint Track 2 آرماتور کونه، این هر کدوم S دارن، کونه 08 کونه 08 داره به انتهای این نگاه میکنم. ببینید اگه من جا به جا بکنم دنبالش میکنم. برای یه چش سمت راست بشم همینطور Track 2 آرماتور بونه 8. الان کافی این استخونبندیمون رو به این آبجکت همون اختصاص بدیم. آبجکت رو سلیکت میکنیم مودیفایر آرماتور. آرماتور رو انتخاب میکنیم. الان این به این این آرماتورمون به آبجکت همون اختصاص داده شد. برای اینکه کار راحت‌تر شه مشکل پیش نیاد میرورمون رو اپلای میکنم. مودیفایر رو تا زمانی که شما دکمه اپلایشون رو نزنید قابل تغییر هم میتونی از بین میتونی یه لحظه خاموشش بکنی یا تغییرات بدی. زمانی که اپلای بزنی دیگه روی اون نمیتونی هیچ تغییر بدی. من میرور هم اپلای کردم. برای اینکه الان این آرماتور به آبجکتمون متصله، ولی برای اینکه هر کدوم از این استخونا بدونن که باید چه کجا رو باید جا به جا بکنن، چون خودش نمیتونه متوجه بشه، برای اینکه بدونه کجا رو باید جا به جا بکنه ما استخون انتخاب میکنیم تو حالت پوز مود. بعد آبجکت رو انتخاب میکنیم، بعد ویت پینت. اگه دقت کنیم استخون رو هنوز سلکته، یعنی اگه من یک استخون دیگه سلکت بکنم برای اون دارم تنظیم رو انجام میده. ما استخون رو انتخاب میکنیم، این دوباره یک براشه. این رو اون قسمت هایی که من اول حرکتش هم میدم که شما متوجه بشید. الان این قسمت هایی که قرمز شده با استخون جا به جا میشه، قسمت های آبی نه. و اگه نگاه بکنی یه طیف رنگی از از قرمز به آبی هست. این شدتشه، یعنی شما یهو که مثلا دستتون لودا نداره اگه بخوایی ربات مدل بکنی کل اون قسمت رو قرمز بکنی، کامل با استخون حرکت بکنی. ولی برای بدن انسان یا مثلا این شخصیتی که داریم فقط اون تیکه حرکت نمی کنی، یه قسمت هایی هست که کمتر حرکت می کنی، دست کلاش زیاد حرکت می کنی، یک شونه کمتر حرکت می کنی. این تیپ رنگی اینه، یعنی شما اینجا 100% حرکت باهاشو دارید خیلی کمتر می شه. این قسمت ویت ویت داریم، شما میخواییم ویت چقدر بهش بدیم. ویت یک برای اینکه کامل باش حرکت کنید، ویت صفر شما نمیخواییم قسمت رو باش حرکت کنید. توی جهت های مختلف هم میتونیم بشن. سوال
کسی سوال نداره یا خیلی خوب متوجه شده یا اصلا متوجه نشده. جان؟ نها کنیم هر آبجکتی یه سری مشخصاتی پایین داره دیگه. من ویت پینت رو انتخاب کردم، یعنی بعد از اینکه استخونت رو انتخاب میکنی ویت پینت. کدوم قسمت؟ پاشوز اون چیزه آرماتوره بسیز بدونم. حالا من یکی دیگر رو انجام میده مثلا برای پا. شما استخون انتخاب میکنید با کلیک راست، با کلیک راست انتخاب میکنید ویت یک، با کلیک چپ رنگ میتونید. باز من اینو جا به جا میکنم. هر چقدر این جز زمانی که روی این میذارید بیشتر باشه، تمیزتر در بیاد، مدل بهتری دارید. مدلی که برای انیمیشن های بزرگ آماده میکنن شاید مثلا چندین روز، چندین هفته فقط سر همین رید کردن مدل وقت میذارن. اگه شما کست تیتراژ انیمیشن رو نگاه بکنید، مثلا یه تیم 10 نفری 20 نفری مدل فقط میکنن، یه تیم 20 نفری رید میکنن، یعنی اینقدر مهمه شاید حتی تعدادشون بیشتر باشه. چون مدل کردن شاید خیلی مهم نباشه، باید کافی اون شکلی باشه، ولی ریگ خیلی مهمه که اینا توی حرکت های مختلف به چه شکل مدلتو جا به جا میکنن. باز اگه سوالی هست بپرسید، چون نمیخوایم اون حالت دوم باشه کسی متوجه نشده باشه. حتی اگه فکر میکنید ما زیادی رفتیم جلو، میتونیم بیاییم از پایه تر شروع بکنیم. به چون عنوان کلاس ساخت انیمیشن بوده جان؟ توضیحات تو کامل میدم. کامله، من فکر کنم یه خود سریع دارم توضیح میدم، شاید متوجه نشه. مشکل ندارم. بگید اولیه رو من بسازم این نشه. کدوم قسمت کنم؟ اولیش که گاف درست کردیم. آها، اون قسمت که دوباره؟ نه، کلا گفتم. ما منظام شما بسازیم ولی گاف نشه. حالت آبجکت مود الان توی تمام قسمت های این صندلی به هم متصل دیگه جا به جا بی کلی بشه، ولی تو حالت ادیت مود اون قسمت رویش جداست، پیچاش جداست. الان هم نشون میدم این معنی حالت آبجکت مود حالت ادیت مود اونه. اگه تو حالت وایر فریم نگاه کنیم زمانی اینا به هم متصلن مثل این که شما وقتی اینو جا به جا میکنی یعنی به گوشه هاش متصله ولی این جدا من رو بتونید شون با دکمه L میتونید یه گروه مختار انتخاب بکنید. آره، شما میتونید مشخص بکنید کدوم گروه نقطه ها با کدوم استخون جا به جا بشه، یعنی کاراکتر یه تیکه در میاد ولی به هم متصل نیستن قسمتاش. حالا ممکن یه قسمتش متصل باشه، قسمتش متصل نباشه. با استخون میاد میگه کدوم قسمت با این حرکت بکنه. شما استخون این قسمت اگه نگاه کنید من اینجا آرماتور اضافه کردم، مودیفایر آرماتور. خب بعد آرماتور
ساختار من انتخاب کردم که با کدوم گروه استخونا قرار در ارتباط داشته باشه. اگه منظور کنید که تک تک استخونا قرار در چی رو جا با جا بکنن، تک تک استخونا تو همین حالات ویت شما استخون انتخاب میکنید، بعد رنگ میزنید، بگید این قسمت رو یا مثلا حتی این قسمت رو مثلا دوست دارید، یعنی با این جا با جا میشه. اینجوری میتونیم به تک تک استخونا بگیم که هر کدوم قراره کدوم قسمت رو جا به جا بکنن. و اگه تو این حالت استخونا اوورلپ داشته باشه، یعنی مثلا شما به استخون میگیم که این قسمت ها رو بگید، به این استخون هم میگیم که باز همون قسمت ها رو بگید، ارزش اون قسمت ها کم میشه. یعنی شما اگه نگاه بکنید قسمت پایین بیشتر تکون میخوره تا اون قسمت بالا، ولی همشون هم قرمزه. این قسمت پایین بیشتر تکون میخوره تا این قسمت، با وجود اینکه جفتشون جفت قسمت هم قرمزه. چرا؟ چون شما به یه استخون دیگه همین قسمت رو قرمز دادید. یعنی خودش اگه اوورلپی باشه میدونم نصف میکنم، یعنی اگه جفتش دیگه که نه شما تو دو تا ما یازده هست داره نه یازده هست برسید که شما خواهش کنم. بیام از
پس ما الان مدلینگمون رو انجام دادیم، ریگمون هم انجام دادیم، مدل تقریبا آماده است برای انیمیشن، ولی ما میخواییم اینو بهش رنگ هم بدیم. مدل رو میخواییم رنگ بدیم. مدلتون الان رنگی که داره به واسطه این چیزی که اینجا سنی مهم نیست، شما میتونید هر رنگی بهش بدید چون هیچ رنگی هم توش نداره. برای اینکه بهش رنگ بدیم برای چه کاری؟ من رنگ ندادم، اون نحوایی نمایشه. شما برای اینکه مدلتون رو بتونید بهتر ببینید یه دکمه هست این بغل توی قسمت شیدینگ مدکب میتونید متریال های متریال نیستش، نحوه‌ای نمایشی برای اینکه بتونید مدلتون دقیق تر ببینید. اگه موقع ایرادی چیزی داره مثلا این سطح براق رو میدازم که اگه مدل ناصافی داره خودش رو نشون بده. این فقط برای نمایش به خودتونه، چیز خاصی نیست. چند تا متریال درست میکنید به هر کدومش نیرو رو میزنید به تعدادی که میخواهید. مثلا یکی قراره باشه چش، یکی قراره باشه بادی. اسم اگه بذارید خیلی راحت هم که انجام بدین. حالا توی حالت ادیت مود شما میتونید برید بگید که هر کدوم از این متریال‌ها رو به کجا اختصاص میدید، مثل همون استخونا. مثلا من این قسمت چشش رو انتخاب میکنم، من این متریال پدک رو بهش اساین میکنم. اساین حالا اگه رنگش رو عوض بکنم رنگش رو عوض میشه. همین کار رو برای چشم مخالف هم انجام میدم. خودکنه شیفت میتونم نقطه های بیشتری انتخاب کنم. شیفت رو نگه میدارم با کلیک راست نقطه ها انتخاب بشه. جان اگه قبلش انجام میدادیم آره قبل از اینکه میرو رو اپلای بکنی اگه تو بیاید ما میرو رو اپلای کردیم، یعنی قبل از اون اگه چیزی انتخاب میکردیم و بهش متریال میدادیم اون برم طبعا انتخاب میشه. خب حالا اون متریال ابتدایی مون رنگ کلی رو تعیین میکنه. ما حالا دوباره میریم رویه بسید من اسمش رو عوض بکنم اشتباه اینا. حالا برای چشماش چشما رو گفتم ما ال میتونید انتخاب کنید، قسمت مشکی رو ازش کم کنید. توی این نرم‌افزار با کنترل زد شما حتی سلکشنتون هم میتونید برگردید، یعنی اگه چیزی اشتباه سلکت کردی با کنترل زد برمیگرده. اینو من اساین میکنم به پای. متریال ها برعکس اون ویت که گفتیم به فیس یعنی به سطوح اعمال میشن نه به نقطه، یه نقطه نمیتونه چیزی داشته باشه یعنی یه سطح میتونه رنگ داشته باشه، به خاطر همین نوار اینجا ایجاد شده بود. حالا توی این یکی ما بهتر انجام متریالتون انتخاب میکنید، حسان
حالا برای قسمت پایین هم دکمه بی میتونی یه مجموعه انتخاب بکنه. ما این هم اختصاص میدیم به متریال آخر همون اصلا این ها از رنگ. ولی متریال فقط بحث رنگ نیست، شما توی بیوپورتتون این همین قسمت که الان داریم نگاه میکنید فقط رنگ رو میبینید، ولی متریال فقط رنگ نیست، بافت و جنسش هم هست. یعنی مثلا شما اگه به این میزا نگاه بکنید یه باستابی روش داره ولی روش دوندونه، شما آینه به صورت آینه میتونید ازش استفاده بکنید. تمام اینا توی قسمت متریال اضافه میشه. یعنی شما میتونید بیاید اینجا این پریویو متریال بکنید، شدت اون قسمت براقش رو کم زیاد بکنید، یعنی که یه حالت براق بهش بدید، حتی میرور یعنی این که بازتاب بکنه مثل آینه میشه، یعنی که ترانسپرنسی داشته باشه مثل شیشه ضریب شکسته یک و میر. این هم شیشه. ولی چیزی که در حالت عادی براتون باز میشه این قسمت بولر اگه ما کنیم بلندر رندر نرم افزار رندر انجین های دیفالتی دارن، یه سری رندر انجین های جدا هم دارن، شاید اسم دیره یا شنیده باشه، دیگه یه رندر انجین مستقبه. خوشبختانه بلندر هم یه دیگه رندر انجین بهتر ایجاد کرده به اسم سایکل. سایکل از یک نظر بسیار خوبه مثل دیگه، یعنی این یه رقیبه برای دیگه. شما به راحتی میتونید توی دیوپورت رندرتون بدید. این همزمان که شما دارید ادیتش میکنید هر تغییری شما بدید همزمان انجام میشه. این دیگه بهترین حالته، شما چیزی که میبینید همون چیزی که بعدا بهتون میده. انجین خود بلندر اینجوری نیست، بذاریم من اونم بهتون نشون بدم. اگه بلندر انجین خودش رو انتخاب بکنید، من این کاری که دارم انجام میدم توضیح نمیدم به خاطر اینکه متریال این دو تا کامل به هم نمیخوره، یه کاری باید انجام بدیم که متریالش متفاوت بشه. من یه دوربین اگه این چیزیه که بلندر بده این یه حالت براقی شعبارش بده کرد چون اون مسئله که ما داشتیم. ولی فرق این دوتا حالا زمانی که شما میخواید یه رندر واقعی درست بکنید. سایکل رندری که به شما میده خیلی واقعی تره، یعنی اگه شما یه روزنه دارید توی اتاق مثل اینجا، نور داره از اونجا میاد، نور میاد فوتونا میخوره به در دیوار اینجا رو روشن میکنه، ولی توی بلندر این اتفاق نمیفته. ولی سرعت انجین بلندر قبلا به خاطر اینکه کارا رو انجام میداد سریعتر، ولی الان خب سایکل خیلی پیشرفت کرده سرعتش بیشتر شده. باز سوال و
اما شیفت و زد میرم تو حالات رنده با آلت و زد در میگردم با زد هم که میرفتون تو حالات وایر فریم این ها رو میتونی از این پایین هم انتخاب بکنیم باندینگ باز وایر فریم سالی تکسچر کنه رو بکنیم تکسچر نده پرینت هم مطریال رنده حالا برای اینکه یه متریال های یکم پیچیده تر داشته باشیم سایکل از این نظر خیلی خوبه دلیلش هم الان ما هم میبینیم یه پنجره ای داریم به نام نود ادیتور نود ادیتور الان روی حالت متریاله میتونه روی حالت رندر هم باشه این روی حالت متریاله اون حالت رندر برای خوبیشیه حالت متریال شما یه سری شیدر دارید اینا هر کدوم برای یک کاری دیفیوز برای سطح معمولی گلوسی برای براق شیشه دارید یه امیشن دارید یعنی مثلا شما یه لامپ اگه مدل میکنید که نور قرار ازش بیاد بیرون که باید امیشن بذارید و اینا رو راحت میتونید مثل نموندارا به هم متصل با این حالا میتونیم متریال های خیلی پیچیده تر درست کنیم برای مثال اگه بخواییم ما چشم این ها متریال هاشو تنظیم کنیم من یه متریال دیفیوز میذارم برای رنگش یه دونم برای رفتش یه دونم برداغ میزنم برای اون حالتی که چشم حساب رو توش منعکس میکنه این دوتا من یکم پیلیوش هم رو بهتون نشون بدم اگه ما حالت برداغ رو بهش وست کنیم این اون که حالا چون چیزی نداریم من یه چیزی بذارم جلوش که می‌بینید که تصویر این توی چشمش میافته این حالت براق همونه یه حالت هم داریم حالی دیفیوز رنگشه ما هم جبه اینا رو می‌خوایم هم می‌خوایم براق باشه هم رنگ داشته باشه چون توی حالت براق هیچ رنگی نیست فقط محیط رو بازتاب توی شیدرامون ما میکس شیلر داریم برای ترکیب دوتا شیلر رو با هم ترکیب کنیم الان اگه نگاه بکنیم هم دیفیوزمون هست هم رنگمون هست که میتونیم عوضش بکنیم همون باست آبا همون پیشه هست چرا؟ چرا؟ ببین اگه این میکس شیلر رو نگاه بکنیم یه فاکتور داریم که این فاکتور هم شما میتونیم یه ورودی بهش بدیم اصلا لازم نیست یه عدد باشه این از جایی که این تکچر رو کنم بهش بده این فاکتور اگه عوض بکنی میره یکی شیده اون سمتش کامل میره رونی میکنی وسط بذاری حالا هر چقدر مورد نیازه این هم از این حالا بخواهم اینو انیمیتش بکنیم برای انیمیشن ما محیطمون هم باید درست بکنیم این انیمیشنمون توی محیطی صورت میگیره ما کاراکترمون داریم این محیط هم میخواد برای مثال من اون شیرابی که توی انیمیشن بود مدل بکنم برای مثال که سریع بهش برسیم شیفت و ای یه دایره اضافه میکنم تو حالت ادیت مود شاید این
اینو دقت بهش کرده باشید، یه به علاوه این وسط هست، این به علاوه مثل مکان نما تو برده، یعنی اگه این جای دیگه باشه شما چیزی اضافه بکنید اونجا اضافه میشه. این هم کاربردش زیاده، حالا بهش میرسید. یه کاربردش که الان میخوایم انجام بدیم، شما مکان نما رو میزنید اینجا، میخوام یه دونه لوله خمیده درست کنم، مفتش دایره است، مکان نما رو گذاشتم اینجا، از این گوشه دکمه اسپین. یه چیز دیگه هم که میتونم بگم سریع، شما یه کاری میخواید انجام بدید دکمهشو پیدا نمیخواید، اسپیس اسپیس اس این مثلا، هم خودش میاد اینجا، هم شورتکاتش رو بهتون نشون داده، انتخابش میکنید. حالا توی این قسمت پایین یا اگر 6 رو بزنید، اینی که باز میشه به شما مشخصات این عملی که انجام دادید رو نشون میده. اون خواهیم 180 درجه باشه پیچشش، پسته پاشو میتونید کم و زیاد کنید، دورانش هم درست کنید. این قسمت هم میگه که تحت چه محوری دوران داشته باشه. ما با اون مکان نما یه ایده اولی ازش دادیم، بهش دادیم این مرکز دوران اونجا باشه، ولی بعدش حالا میتونیم عوضش کنیم. اینجا داره عوضش میشه، این قوس بالای شیره مو شیره آبا که داشته. من حالا این قسمت پایین رو هم انتخاب بکنم، ای اکسود در محور زد جی زد، این قوس پیچ شیره آب دوباره ایدیت مون فور کار کپی این فیس ها را انتخاب میکنم، اکسترود راستگیری آلتو اس، دهنه شیر یه نکته ای که هست، شما وقتی بی رو بزنید این انتخاب بکنید، فقط قسمت جلویش انتخاب بکنید، این را حواستون باشه، اگه میخواییم همش انتخاب کنید بیم کنید زد وای فریم حالا انتخاب شدید، حالا انتخاب مجدد دادم اکسترود راستگی آلترز. حالا می خواهیم اون قسمت شی رو بهش اضافه بکنیم، مکان نما رو می زنیم جایی که می خواهیم اضافه بشه، شی تره دایره. یه دکمه هست اینجا الان تو ویو دایره رو دقیقا توی همون سمتی که دیگه بهش نگاه میکنیم دارن هست. من کوچیکش میکنم، ایکس رو در راستای ایکس ایکس رو مجددن اس اکسترود اس سرش هم میگنیم مثلا قرار شیرون باشه. دو تا درمیان فیس ها رو انتخاب میکنم جان.
هستش. از اینجا به این دوباره میکنم یه پله بزنیم دیگه، یه اکسترود دوباره میکنیم در راسته ایست گرمش جلو اس بزرگیش دوباره ها در اکسترود در راسته ایست دوباره اس هرشان با اف میدم دیگه